فریاد برکشیدم اینک چراغ معجزه مردم، تشخیص نیم شب را از فجر در چشمهای پوردلیتان سویی به جای اگر مانده است آنقدر، تا از کیستان نرفته تماشا کنید خوب در آسمان شب پرواز آفتاب را. با گوشهای ناشنواییتان این طرفه بشنوید در نیم پرده شب آواز آفتاب را. وقت بخیر، امید آریانیک هستم و اینجا ضد زنگ دومه. امروز میخوام قصه علی کوچولو رو براتون بگم. علی کوچولو، اون مرد کوچک. چیزی که علی کوچولو از دوران قبل از مدرسه یادشه بیشتر انتظار کشیدن بوده. انتظار اینکه زودتر 7 سالش بشه و بره مدرسه. حتی چیز زیادی از بازی‌های کودکانه یادش نیست. از شیرین‌ترین دوران زندگی بیشتر رنج انتظار برای گذشتن همین دوران شیرین رو به یاد داره. عجیبه، چون معمولاً آدم‌ها وقتی بزرگ میشن دائم حسرت کودکیشون رو می‌خورن و دلشون می‌خواد برگردن به کودکی. اما علی آقای قصه ما اونطور که خودش میگه همچین هم دلش نمی‌خواد برگرده به کودکی. چیز زیادی از این دوران به یاد نداره. شاید نیروی در ناخودآگاهش نمیذاره که اون به خاطرات کودکیش دست پیدا بکنه. شاید او عمیقاً دوست نداره یادش بیاد چه ها بهش گذشته در کودکی. وقتی که ازش خواهش کردم تا سعی کنه چیزهایی رو از دوره کودکی خودش به یاد بیاره، حال خوشی پیدا نکرد. مگه نه اینکه دوره کودکی باید شیرین ترین باشه؟ پس این تلخی بی حد از کجاست؟ بعد از چند دقیقه علی آقا آهی کشید و گفت: نه اینکه یادم نباشه اصلا، خشونت، تمسخر، توهین، آزار کنار یک کوچولو شادی های کودکانه و رنگ. گفتم: علی آقا، این حرفا یکم شبیه شعار نشد؟ شبیه حرفایی که این ور اون ور می نویسن؟ مکسی کرد و گفت: خب اونا شعار، پس گردنی هایی که خوردم چی؟ اینکه هیچ کس حرفامو حتی گوش نمیداد، چه برسه به ترتیب اثر دادن چی؟ ترس های غیر منطقی و بدون دلیل که همه از بزرگترها به هم منتقل می شدن و حتی باعث می شدن خودم رو خیس بکنم چی؟ ترس از خیلی چیزا، چیزایی که میشه گفت و چیزایی که نمیشه گفت. میدونی چند بار اینجا بود که حرفش رو قطع کرد؟ برافروخته و خشمگین شده بود، حالت چهرش تغییر کرده بود. متوجه شدم که چقدر براش تلخ و رنج آوره یادآوری اون چه که در بچگی تجربه کرده و دیده. این شد که پریدم وسط حرفش، ازش عذرخواهی کردم و گفتم: نه، اصلا هم شبیه شعار نبود، نمیخواستم بیشتر از این اذیت بشه. درسته، تجربه های سخت و دردناک دوران کودکی میتونه تأثیرات عمیق روانی و عاطفی و حتی جسمی رو به جا بذاره. اعتماد به نفس پایین، حس ترس و بی‌اعتمادی به دیگران، دلشوره و نگرانی‌های مدام، استراب، استرس و خیلی علائم دیگه، اینها رو میشد تا حدی تو شخصیت علی آقا دید و خودش هم این موضوع رو پذیرفته بود. علی کوچولو هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، هم خشونت، هم تمسخر، هم تهدید، هم توهین، هم آزار، هم بیمهری و خیلی های دیگه تا نادیده گرفته شدن. ممانعت از حضور تأثیر گذار حتی تو جمع خانواده، قهر و البته پس گردنی و رودست زدن ها و دم باسنی خوردن ها. گویا پدر و مادر علی کوچولو فقط دردها و شکنجه های عمیق جسمی رو درد و شکنجه می دونستن و نسبت به بخش عظیمی از دردها و رنجهایی که کودکشون رو آزار می داده جاهل و نادون بودن.
گویا همه رسالت و وظیفه خودشون رو فقط در پر کردن شکم و پوشوندن یه لاقبا و کفش می دیدند. پدر و مادری که نمی دونستند که بلد نیستند با بچه هاشون رفتار مناسبی داشته باشند و هیچ شخصیت یا ارگانی هم تو اون مملکت نبود که بگه بابا ضربات عاطفی و روانی غیر قابل جبران هستند، حتی بدتر از کبودی های صورت و دست و پا، که وقتی صحبت از اذیت و آزار کودکه فقط حرف بر سر از دست دادن حوصله و داد زدن موقتی سر بچه نیست، بحث سر رفتارهای ناگوار مداوم و شدید هست که پدر و مادر مهربان اما ناآگاه نمیدونه که انجام اونها ظلم هست در قبال فرزند. مدام مؤاخذه کردن، تهدید کردن، توهین، سرزنش، تمسخر، تحقیر، بمباران پند و اندرز، مقایسه با همسالان و هزاران رفتار مخرب دیگه تأثیری مثل کتک و تنبیه بدنی و یا حتی آزار جنسی روی کودک میذاره. کوچولو 7 سالش که میشه با کلی ذوق و شوق منتظر فرا رسیدن ماه مهر میشه، ماه مدرسه. تو همین حال خوش و وصف ناشدنی بود که با نخستین شکهای بوی ماه مهر و مدرسه مواجه میشه. وقتی تو اولین یورش واقعیت تلخ بیرون و بزرگسالی به دنیای کودکیش رنگ از بین میره، از همون روزی که علی کوچولو از پوشیدن لباسهای رنگی منع و با یک روپوش گشاد سرمه‌ای رنگ راهی مدرسه شد، رنگ از دنیای علی کوچولو رخت بربست تا اتفاق دردناک سقوط به دره واقعیتی که دیگران براش رقم زده بودند به وقوع بپیونده و این شروع یک پایان بود، پایان رویاهای شیرین کودکی. تو اولین روز مدرسه، تو 7 سالگی، وقتی که مجبورش کردن همه شور و شوقش رو، همه کودکیش رو بیرون در مدرسه خاک بکنه و وارد بشه و بعد روی نقطه ها و خطوط اجباری که بر زمین نقش کرده بودن دیگران، پشت سر باقی غریبه های کوچولو، باقی علی کوچولوها بیسته تو صف و یه آدم گنده با یه عالم تحریش و قیافه خوابالود و ناراضی با خطکش فلزی تو دست دور علی کوچولوها قدم بزنه. ناظم، خطکشی که کاربردی غیر از رسم خط داشت، از جلو نظام، خبردار، هشدار، تهدید. درست روز اول مدرسه بود وقتی علی کوچولو با نظم و ترتیب پشت سر بقیه ی علی کوچولوها داشت از حیاط به سمت کلاس درس میرفت که یک هو دستی قوی و زمخت بازوی ظریفش رو گرفت و اونو از صف کشید بیرون. بازوی علی کوچولو رو به شدت فشار داده بود، طوری که علی کوچولو دردش گرفته بود. گفت: وایسا ببینم بچه، اسمت چیه؟
علی کوچولو با ترس و بغض و لکنت گفت: علی. بعد اون آدم گندهه با لحنی تحقیر آمیز گفت: ببینم، پدر و مادرتو نمیدونستن که وقتی میخوای بیای مدرسه باید تمیز و مرتب باشی؟ چرا موهاتو نتراشیدن؟ بعد با خطکش فلزیش اینجور زد زیر دست علی کوچولو و گفت: دستتو بیار بالا ببینم، ناخوناتو ببینم، بیار بالا، بیار بالا دستتو ببینم. اوه 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 اوه، ببینم ناخوناتو، ببینم اصلا پدر و مادر تو میدونن انضباط یعنی چی؟ ناخونا رو نگاه کن، امروز نمیری سر کلاس تا پدر و مادرت بیان ببرنت سر و وضعتو درست کنن. حالا هم برو مثل بچه آدم اون گوشه حیات وایستا تکونم نخور تا صدات کنم، مثل بچه آدم، فهمیدی؟ اولین روز مدرسه به راستی از خاطر انگیزترین روزهای زندگی علی کوچولو شد. طی دوره ابتدایی علی کوچولو به واقعیتی پی برد بسیار تلخ، که مدرسه به هیچ وجه اون شهر شاد و سرشار از امید و رنگ نیست، بلکه برعکس جهنمیه که هیچ لذتی درش وجود نداره، فقط عذابه و شکنجه و تحقیر. علی کوچولو تو همین دوره ابتدایی فهمید که از مدرسه متنفره. تو این گزارش تسنیم که 24 روم اردیبهشت ماه امسال یعنی سال 95 منتشر شده، سه روایت از تنبیه بدنی دانش آموزان که طی یک ماه در مدارس مختلف کشور رخ داده بیان شده. یکی از معضلاتی که به گفته این گزارش منجر به دلزدگی دانش آموزان از مدرسه شده، که متاسفانه هنوز تحلیلی دقیق از علل وقوع اون در نظام آموزشی کشور صورت نگرفته. خبرگزاری تسنیم میگه ماجرای این گزارش موضوعی هست که اونقدر در ارتباط باهاش گفتیم و گزارش نوشتیم که دیگه قلم هم به تکرار رسیده، اما انگار ریشه‌کنی این معضل از نظام آموزشی کشور خیالی بیش نیست. روایت اول تنبیه شدید دانش آموز تو شهرستان شوشه. تسنیم نوشته در فیلمی که اخیراً منتشر شده شاهد کتک خوردن شدید دانش آموزی در این شهرستان هستیم. در این ماجرا معلم با کتاب ضربات محکمی رو بی توجه به فریادهای دانش آموز بر سر و صورت او وارد و او رو راهی بیمارستان کرده. مشتبه دیناروند رئیس آموزش و پرورش شهرستان شوش هم این ماجرا رو تایید کرده و گفته متاسفانه این خبر صحت دارد، معلم خاطی را فرا خوانده و تذکرات لازم به او داده شده است. آخه مرد حسابی، اگه بچه خودتو یکی میگرفت به باد کتک راهی بیمارستانش میکرد، ضارب رو فرا میخوندی و تذکرات لازم رو بهش میدادی؟ یا تو روایت دوم از این گزارش، دانش آموز 10 ساله بجنوردی به علت تنبیه بدنی معلم ورزش دچار آسیب دیدگی از ناحیه آلت تناسلی شده و در بیمارستان تحت درمان قرار گرفته. آقای معلم با لگد از پشت زده تو بیزه بچه. آقای معلم ورزش، حتما شما هم خیلی محترمانه دعوت شدید به آموزش و پرورش و بهتون تذکر داده شد، نه؟ اگه فقط آدم باشی نمیتونی توحش خودت رو اینجور سر بچه بیگناه 10 ساله پیاده کنی. همون مسئله سر آدمیت هست. اصل گزارش رو براتون میخونم. پدر این دانش آموز گفت فرزند 10 سالش در حین ورزش با لگدی که از پشت به او وارد شده از ناحیه اندام تناسلی دچار آسیب شده و در بخش جراحی بیمارستان امام علی بجنورد بر اثر شدت جراحت وارده بستری است. طی این مدت به جز مدیر مدرسه کسی خبری ازشون نگرفته. پدر این بچه میگه که بچهش 3 روز تو بیمارستان بستریه و او حتی از پس هزینه های بیمارستان برای ترخیص هم بر نمیاد. و خب میدونیم که مسئولین مملکت هم کارهای خیلی واجبتری البته تو کشورهای دیگه دارن که باید پولهای مملکت اونجا خرج بشه. پس این پدر چه کار باید بکنه؟ حتما خدا کمکش میکنه. و البته روایت سوم هم ماجرای کتک خوردن شدید دانش آموز 8 ساله با چوب و کابل هست در استان لرستان. همونجوری که تو عکس و خبر می‌بینی، علی محمدی دانش آموز کلاس اول ابتدایی عنوان می‌کنه: به خاطر بد نوشتن مشق‌هایم معلم مرا با چوب، کابل و خطکش فلزی کتک زد. با کابل به دستانم و با سیم و خطکش فلزی به پشتم ضربه زد و حالا 2 روز است در بیمارستان بستری هستم. یک عالمه فیلم و عکس منتشر شده.
از بچه هایی که به شدت تنبیه بدنی شدن. یک عالم خبرهای تایید شده از تجاوز جنسی به بچه ها تو مدرسه، تو کشوری که مدعی جامعه سالم تحت شعار مذهبی هست. یه سرچ ساده اگه بکنیم حتما شوکه خواهیم شد، بیشتر از اون چه تا حالا شدیم. و اینکه مرگ همیشه واسه همسایه نیست. بله، اینجوری شد که علی کوچولو از مدرسه و تعلیم و تربیت و هر چی که توی این فضای تاریک و خشن خواستن به زور به دنیاش تحمیل بکنن متنفر شد. دوستان توجه بکنید لطفاً، علی کوچولو از همه خوبها بدش اومد، از همه خوبهایی که خواستن بهش تحمیل بکنن بدش اومد. دیگه دنبال چی هستیم؟ نمیشه به زور اون چرا که در سر داریم و دل خودمون میخواد به بچه ها تحمیل کنیم. علی کوچولو دلش میخواد شبیه خودش باشه، شبیه علی کوچولو. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. خلاصه اینها و ده ها دلیل دیگه باعث شد علی کوچولو بعد از پایان دوره دبیرستان با جسم و جانی خسته و مضطرب، با روح و روانی صدمه دیده، از هر چی کتاب و آموزش و پرورش بود فرار کنه و وارد جامعه بشه. دیگه چه انتظاری میشه از جامعه ای داشت که علی کوچولوهاش با یه عالم آسیب و تخریب وارد اون جامعه میشن؟ آینده سازانش هیچ امیدی به آینده ای رو در دل ندارن. اینها و ده ها دلیل دیگه باعث شده علی کوچولو با احساس خوشبختی بیگانه باشه. و حالا علی آقا حالش خوب نیست، نه خودش رو میشناسه نه جامعهش رو. پر از دروغه، پر از تضاد، تضادهایی که حاصل تفاوتهای بنیادی هست بین دنیای او تو خونه، مدرسه و جامعه. علی کوچولو مجبور بوده تو خونه یک جور رفتار بکنه، تو مدرسه به گونه ای دیگه، و تو جامعه باز هم متفاوت. و نکته درد آور اینجاست که هیچ کدوم از اون رفتارها رفتاری نبوده که علی کوچولو دلش میخواسته انجام بده. او هیچ وقت فرصت این رو پیدا نکرده که حتی خودش باشه. اما بعد از همه این حرف ها، ضد زنگ چند کلوم حرف حساب داره. خطاب به شما آقا و خانم مسئول، به شما آقای رئیس جمهور، شما جناب وزیر آموزش و پرورش، شمایی که پول داری، زورم داری، شما که سواد داری، لیسانس داری، روزنامه خونی، با بزرگون میشینی، حرف میزنی، همه چی میدونی. آقای مسئول، در سیستم آموزشی ناکارآمد و مخرب ما حجم کتاب ها اونقدر بالاست که معلم و دانش آموز حتی وقت فکر کردن به اون چه یاد میدن و یاد میگیرن رو ندارن. همه تلاش معلم ها فقط صرف این میشه که کتاب های درسی ناکارآمد با حجم بسیار بالا و غیر ضروری رو مثل توتی بگن و بچه ها با مشقت و ناله و زاری حفظ کنن و توتیوار رو برگه امتحانی بنویسن و بعد البته فراموش کنن. آقای مسئول، یادمون رفته که آموزش تا پایان دبیرستان نه برای پر کردن مغز بچه ها با انواع حفظیات، بلکه بناست بچه ها رو آماده کنه برای ورود و پذیرش نقشی مؤثر در جامعه. یادمون رفته که بچه باید بچگی کنه، یاد بگیره که شهروند خوب بودن یعنی چی، انسان مفید بودن یعنی چی، مشارکت در امور اجتماعی یعنی چی. بچه ها چرا باید این همه فرمول ریاضی و فیزیک و شیمی بخونن اما نتونن یه پیچ گوشتی ساده دست بگیرن یا یه چادر مسافرتی نصب بکنن؟ این همه انرژی صرف جغرافی خوندن بکنن اما از برنامه ریزی برای یک سفر داخلی عاجز باشن؟ اصلا این همه جغرافی خوندن به چه درد میخوره وقتی محیط زیستمون مستقیم و غیر مستقیم به دست همین نسل هایی که داریم تربیت میکنیم داره نابود میشه؟ شاید چون هیچ مدرسه ای کلاس درسش رو نبرده کنار ساحل یا وسط جنگل هم برگزار بکنه، و شاید هیچ دانش آموزی احترام به طبیعت و وطن رو از معلمش یاد نگرفته. آقای مسئول،
در سیستم آموزشی بیمار ما همه اون چه که اصل آموزش و پرورش بر اساس اون هست زیر پا گذاشته میشه و مشغول اراجیب ناکارآمد شدیم. نه فکر کردن، نه تحقیق و پژوهش، نه تجربه اندوزی و نه ایجاد خلاقیت و پیدا کردن استعدادها. هیچ کدوم واقعا مورد توجه نیستن. البته بگذاریم از شعارها و حرف مفت زدنها، صحبت از واقعیته. هیچ رابطه مناسبی بین معلمها، دانش آموزها، کادر مدرسه و خانواده ها وجود نداره. از نظر مدیرها معلم خوب معلمیه که تا زنگ خورد فوراً سر کلاس حاضر بشه و کلاسش رو ساکت کنه، یعنی نقش چوپان رو ایفا کنه یا درصد قبولی بالاتری بیاره. آقای مسئول، در ناکارآمدی، ضعف و فساد سیستم آموزش و پرورش کشورمون همین بس که بچه ها وقتی از مدرسه تعطیل میشن انگار از زندان آزاد شدن. جناب مسئول، لطفا نه خودتون رو گول بزنید و نه دیگران رو چیز دیگه ای فرض بکنید. خیلی ساده میشه به مدارس مختلف سر زد و با بچه ها صحبت کرد، البته بدون کابل و ترکیب و خطکش فلزی، و فهمید که بچه ها مدرسه رو دوست ندارن. گفتگوم رو ادامه میدم با دکتر ایدانی، نویسنده، پژوهشگر روانشناسی اجتماعی و مدرس فلسفه پدیدشناسی. ایدانی، در گفتگوی قبلی ما به این نتیجه رسیدیم که چقدر مهمه من خودم رو بشناسم و بنابراین شد که شما کلیدی به دست ما بدین که من رو در این راه کمک بکنه. مستقیم بینیم سر بحث امروز، ادامه بحث جلسه گذشته، که قدم اول رو من میخوام بدونم که در راه خودشناسی قدم اولی که من باید بردارم، گام اولی که باید بردارم چی هست؟ پروسش بسیار بسیار پیچیده و بغرنج و مشکلی رو طرح میکنم، ولی اینا میشه گفت یکی از پرسش های بنیادین. قبل از اینکه واردش بشیم تا اونجایی که وقت اجازه میده، بهتر ذکر بکنم که خود من بنیاد نظر انداختن به جهانی که من توشم. بنابراین هیچ کس خودشو بهتر از خیشتن نمیشناسه. حالا این بهتر از خودشو نمیشناسه یعنی چی؟ اینجاست که ما باید لایه‌های مفهوم من هستم و بشکافیم که نیاز به تعمق بسیار عمیق و وقت زیاد داره. ولی خب میتونم دو مسئله رو، موضوعی رو چیز بکنم که بتونیم گفتگو رو باز بکنیم برای امروز. خودشناسی در عقل سلیم به وجود نمیاد. عقل به ماها غرقیم در عقل سلیم. عقل سلیم یعنی اینکه چیزهایی که عادت شده میگیم میفهمم، سنت، تحکیم هایی که شده، درس هایی که به ما دادن ولی نذاشتن پرسش بکنیم چرا. این خودو زیر آوار پیچیدگی ها و نافهمی ها غرق کرد. از این بابت مسئله خودشناسی نیاز به یک مفهومی داره که باید به طور جدی تحقیق بشه، که ما بهش میگیم کشف ادراک، درک. درک یعنی چی؟ درک یعنی اینکه من آموخته باشم پرسش های بنیادی رو که معنا میرسونه، نه فقط میگه اینه 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 یا تحکیم میکنه که اینه 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 و منم میگم قبول دارم و به طرف دیگری که میرسم میگم چون اون به من گفته اینه اینه، منم به تو میگم این اینه. هر وقتی که تو صحبت میکنی با هر کسی در هر موقعیتی که هستی، هر چی میگه این من توشه. بنابراین یکی از چیزهایی که ما باید زیاد بهش توجه بکنیم، یکی این که شعور فردیه و شعور جمعیه. پرسش شما در رابطه با کدومه؟ تو ما بدون همدیگه،
یعنی شعور فردی من با شعور جمعی من، جزء یک زبانم، جزء یک فرهنگم، جزء یک تاریخم، جزء یک سنتم، اینا همه توی این هست. حالا قدم اول ما باید درون اینها چیز بکنیم و این نیاز به واکاوی دارد. برمیگردیم به سوالمون. اولین گام من برای اینکه به این گمشدگی ادامه ندم و از امروز پیدا بکنم یه چیزایی رو، حالا هر چند هر روز به اندازه همون روز، اولین قدم برای من چه خواهد بود؟ اولین قدم به طور ساده جستن و آگاه شدن، دریافت ما و اندیشه هامون در گفتگوهای صادق. منظور از گفتگوی صادق چی هست؟ که تنها در یک نوع دانش خاص که در فلسفه هست، که درونش نه ایدئولوژی تحکیم میکنه، نه دوگم تحکیم میکنه و نه من از تو برترم تحکیم میکنه، ولی ما را در اون گفتگو در شرایطی قرار میده که بتونیم راحت بپذیریم که حتی اون موقعی که حتی با هم خیلی متفاوتیم، داریم هدفمندانه واکاوی میکنیم، نه خشونت، نه کینه ورزی، نه عقده ورزی، نه حسادت. ما اینا رو نداریم. اینجاست که شما میتونید به این مسئله خوب نگاه بکنید، بگید درون این فرهنگ ما باید این گفتگو رو آغاز بکنیم. و مسئله این که قدم اول اینه که من دانشم، آگاهیم از فرهنگم، از تاریخم، ریشه اندیشه نقد کردنم، تفسیر کردنم، تأویل کردنم، حد و مرزش کجاست؟ منی که میگم مدرنم، واسه واقعا مدرن یعنی چی؟ در بافت مدرن، جامعه ای که بسته است نمیتونه مدرنیزم رو وجود بره، چون انسان نمیتونه راحت بپرسه، نقد بکنه، راحت باشه توی کافه که میره، با دوست دخترش که میره، جایی سینمایی که میره، توی دانشگاه نشسته تاریخ میخونه. اینا خیلی مهمه با اون پرسش که شما میکنید. من دارم تمام ابعاد کل ما نگاه میکنیم و جز جز باید نگاه بکنیم. هر وقت ما صحبت میکنیم باید اول هم به جز توجه بکنیم و هم به کل. ما یا میشیم کلیگرا یا اینقدر باریک اندیش میشیم که میرسیم به جزگرا. وقتی اینا با هم دیگه برخورد میکنن، مفهوم و مسیر خودشناسی خیلی مختل و پیچیده میشه. خب پس از گفتگو باید آغاز بکنیم و از گفتگو با خودمون. با خودمون. نه با خودم توی آینه. من و تو. خب این پرسش گفتگو... کردن خودم از خودم نتیجه خوبی نخواهد داد؟ سوال کردن از خودت چیز خوبیه. دقیقاً چون تو به هیچ عنوان نمیتونی به جای برسی با خودت، ولی میتونی پرسش های بنیادی که میکنی و در محیط دانش آزادمندانه، رها بخش و شاد گرایانه با دیگری به گفتگو بنشینی. تو میگه من با خودم صحبت میکنم، یعنی من به نوعی ایزولو شدم یا به نوعی از خود بیگانه شدم. در فلسفه و در روانکاوی ما اینو میبینیم. من اینو میبینم تو ایرانی ها، مثلا این که مثلا میگه من در آینه خودم رو نگاه میکنم میگم صادقم، این جوک بیمزهیه برای من. این یک نوع فرار از واقعیت، چون من با شماست اینه که الان منو به شما ملحق میکنه، نه اینکه من تا صبح بشم اینا رو به خودم بگم. من یه سوالی دارم اینجا. الان من میخوام با شما وارد تعامل بشم همون جوری که داریم صحبت میکنیم، اما منمو نمیشناسم. کدوم من باید بیاد با شما وارد تعامل و گفتگو بشه؟ همین سطحی که هستی، چیزایی که من به تو میدم، وظیفه تو اینه که بری تحقیق بکنی. من دارم یک دانش خاصی رو به تو میدم. اینکه مثلا من الان اومدم، شما از من یک پرسش خیلی خیلی بنیادی کردی، این به خاطر پرسش شماست که من میتونم اینطور حرف بزنم. یعنی اگر این پرسش خوب نبود، من نمیتونستم این داده های اندیشه فکری که سالها و سالها روش تعمق کردم، فکر کردم، کار کردم و به شما و به مخاطبینتون تحویل بدیم. پس نتیجتا ما باید از خودمون هم سوال بپرسیم. یعنی پیش از اون که به وارد اون گفتگوی صادق بشیم، اول باید صداقت بین من با خودم در جریان باشه. اون که اصله، ولی
وقتی من به این مقطع رسیدم که من باید با خودم صادق باشم، من باید شروع کنم به کار کردن. یعنی مطالعه کردن، سمینار گذاشتن، گفتگو کردن، بحث کردن، جدال کردن در ماورای یک متن، در یک عمیقا به یک فیلم نگاه کردن و گفتن این چیه. این هاست که دانش روش میده، نه که من فقط برم بگم خب من میخوام صادق باشم و با وصف این که من به خودم گفتم صادق نیستم فردا صادق خواهم بود. اینا چیز خیلی زیبا و شاعرانه، این چیز خوبیه، ولی کمکی نمیکنه که فرهنگ رو دموکراتیزه بکنه. اتفاقا من خیلی گفتگو رو باز بکنه، دوست دارم که از این فضای شاعرانه فاصله بگیریم، به واقعیت برسیم. میفهم. خب و توی این واقعیت من الان مسئلم با خودم این هست، من خب اول باید واقعا با تک تک شؤونات رفتاری خودم با صداقت برخورد بکنم. اگر بناس نقدشون بکنم نقدشون بکنم، اگر بناس تشویق بکنم خودم رو تشویق بکنم. پس در درجه اول من این موضوع واقعا میخوام برام روشن بشه که من باید به پرسش از خودم بپردازم و شروع بکنم گفتگو رو با خودم. از آیا این پرسش ها باید پرسش های بنیادین باشه یا پرسش های روزمره باشه یا تلفیقی از پرسش های مختلفی که ممکنه به ذهن من بیاد؟ چه پرسش های بسیار با ارزش شما تر میکنید. نگاه کنید، پرسش هر چند بنیادی هم باشه، اگر جایگاهشو من توی ذهنم ندونم، متاسفانه بی مورد به هدر کشیده میشه. مثلا از خودم بپرسم چرا من این آدمی هستم که الان هستم، چرا مثلا پزشک نیستم یا نه. من واقعا میخوام هستی با تو فلسفه هستی با شدن فرق میکنه. مثلا شما فیلم بردار شدید، شما مجری شدید، یعنی نیاز هست که اینها رو هم واکاوی بکنم. بله، این نیاز هست که اینها رو هم واکاوی بکنم. اینا جزء جهان توه. بسیار خوب، اینا جزئی شده که تو این هویت رو الان داری، به خاطر اینکه این حرفه رو داری، به خاطر اینکه این دانش رو داری، به خاطر اینکه این علاقه داری. اینا جزئی هستن از اون کل که شده من، ولی چیزهای پیچیده‌تری ماورای اینا هست که تو باید بری و من باید برم تحقیق بکنم. مثل چرا جهان منو اینطور ساختند؟ قدرت یاد تو بیار، یاد بیار. اینطور من توی اون چه کار چه شراکتی داشتم، چه سهمی داشتم؟ نگاه کن، متاسفانه به خاطر اینکه در یک فرهنگی بودید که یا شاعرانه بوده یا صوفی‌گرایانه، هنوز شما هم توش گیر کردید. اینجاست که فلسفه رو نمیبینید و کار بسیار سترگ این که من کیستم رو نمیگیریم، میریم میشیم ایزوله و میگیم توی خودم میخوام غور بکنم، خودم رو پیدا بکنم. من خودم رو نمیتونم توی خودم پیدا بکنم بدون گفتگو با شما و به طور جدی، ولی همینطور که گفتم شعور و اندیشه با ستیزگری خو نداره بدون اینکه با شما ستیزگری بکنم. پذیرش دیگری مطلق است. حالا تا زمانی که در اون گفتگو خشونت، کینه ورزی، ایزوله کردن، هدف نابود کردن، انتقام جویی توش نباشه، امید این که به این پرسش شما که بسیار حیاتیه خوب توجه کرد، جواب دادنش احتیاج به تحقیقات و باز کردن و باشکافی بسیار می دارد. از اونجایی که ما انسان هستیم گمان میکنم به محض اینکه سوال طرح بشه جوابهایی خواهد آمد در پی، حالا یا در فکر من یا در تحقیقاتم یا در جستاری که دارم میکنم برای رسیدن به جواب. 100% و اون بیشتر با این در بافت جستن و آگاه شدن به دریافت که ما میگیم با هم اندیشیدن، با هم اندیشیدن که ما میگیم گفتگو، یعنی اتصال این شعور فردی به اون شعور جمعی، یعنی حرکت به اون سمت با اندیشیدن، با شوق اشتیاق به رشد درک، نه فقط دوست داشتن دیگری. دوست داشتن هم خودش یک مفهومه. من میتونم تا ابد بدونم دوست دارم، ولی ندونم دوست یعنی چی به عنوان یک مفهوم در بطن گفتمان فلسفه، من اصلا نمیدونم دوستی رو ببینم چیه. این هست که از مشکلات اساسی ماست. اینا خیلی مهمه که ما وقتی میگیم، نگاه کنه الان توی این گفتگوها که بیشتر شک میگیره، توجه کنید من زیاد از اندیشه حرف میزنم. واژه اندیشه سترگه،
2500 سال باش سرکله زدیم و میزنیم و خواهیم زد. میگه که من میاندیشم. پرسش: شما به چی میاندیشید؟ قدم اول ایناست که میتونیم بیشتر ما بگیم. ولی خب پرسش شما میتونه یک الگوی خوبی باشه برای باز کردن نشانه ها، مفاهیم، چیزی که رسوخ کرده توی ذهنهای ما. به خاطر اینکه گفتم آدم و عادی هم خیلی پیچیده است. این رسوبگری در اذهان ما اصلا کسی بهش نگاه نکرده. ایناست که باید دغدغه های ما بشه و وقتی اینا رو باز کردی واقعا نشاط به طرفت میاد، رهایی از ترس های بیمورد به طرفت میاد، وحشت های بیمورد زدوده میشه. و اینا همه در بطن این زبانه که توش باید فکر اینطور جریان پیدا بکنه که وارد اذهان ما بشه که برگرده به اون موضوع که جستن و آگاه شدن، دریافت، با هم اندیشیدن. نه اینکه مثلا من از شما سوال بکنم بعد شما یه جواب خوب بدید بگم گرفتمش. این گفتگو نیستش. اینه که توی ایران خودتون دیگه بهتر میدون، تلویزیون میبینید دیگه، آقا استاد دانشگاه نمیدونم جامعه شناسی ایکس میاد با یه تعارف بسیار عامیانه پرسشی میکنه، بعد میگه استاد، خیلی هم دوستان از کلمه استاد که من زیاد خوشم نمیاد از کلمه، بعد میگه خب نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ اونم شروع میکنه به نشخوار کردن و واژه‌های بسیار پرتمطراق زیبا میگه و همه امکان داره محصور بشن، ولی خانه مال من نیست. بدبختی ما همین واژه هاست. از قصد صحبت کنه ولی من نمیذارم بیان توش. اینو میخوام بگم. بسیار عالی. پس ما بنا رو بر این میذاریم که شروع بکنیم جستجو، پرسشگری و نقد خود و ورود به حوزه گفتگو. و بحث رو در این رابطه در هفته های آینده ادامه خواهیم داد، به خاطر اینکه خیلی حالا باید بریم تو این زمینه. البته من کم میارم، زیاد به من نکنید دیگه. اینایی که من به شما منتقل میکنم شما این تعقیب میکنید دیگه، خودت جواب میدید. اختیار دارین استاد. نفرمایید. سپاسگزارم از شما که تشریف آوردین، امروز هم در خدمتتون بودیم تا گفتگوی آینده.